نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان دوست داشتنی و مهربون. امیدوارم هر جای کره خاکی دارین زندگی میکنین خوب و سالم و سلامت باشید. آرزوی ما سلامتی شماست. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ورزش بگم، هنر بگم، هر چی که بگم از این شخصیت کم گفتم. من سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگ جناب آقای امین آقای فرزانه عزیز. منم سلام عرض ادب دارم خدمت آقای موسوی بزرگوار که همیشه یار یاور همه پیشکسوتا بودی. واقعا تشکر ویژه میکنم از خود عزیزایی که شما رو یاری میدن. دست تک تکتون رو میبوسم. انشالله که موفق باشی آقا موسوی. زنده باشین امین آقای عزیز. من تا حدودی زندگی شما رو میدونم. بله. رفتار تو با مردم میدونم. این خواسته مردم خونگرم ایرانه که من امروز خدمت شما برسم تا یک ساعتی رو در خدمت شما باشم. امین آقای فرزانه کجا به دنیا اومده؟ اصالتاً بچه کجاست؟ بله. منم خدمت آقای موسوی عزیز، عزیزایی که زحمت کشیدن، واقعا قبل زحمت کردیم با این شلوغی، با این رابندون، دیگه نزدیک عیده و بالاخره راه بسته و یه مقدار پر جمعیت ترافیک واقعا بیداد میکنه. من عرض ادب دارم خدمت شما عزیزایی که واقعا زحمت میکشن و عرض ادب دارم به خدمت تمام عزیزایی که نوکرشون و بالاخره دستبوسشون رو دارم میبینم. من به احترامشون قیام میکنم، سر پا وای میستم، عرض ادب میکنم خدمتشون. روز مردم دیروز بود و دیروز به تمام مردا، البته ایران 80 میلیون زناشون هم شیرزنن دیگه، نرما شیرزنن، خدمت تمام عزیزای ایرانی من عرض ادب دارم. دستم رو قلبم میذارم که قلب من این دوستتون دارم، نوکر شما این، از راه دور دستتون رو میبوسم. منم عرض ادب و روز مردم تبریک به شیرمردا، شیرزنا. انشالله که همیشه موفق باشن همه ایرانی ها. زنده باشین، درود بر شما. ببینید چقدر انسان خوب، پاک، با شخصیت، دوست داشتنی. خب اصالتاً ما اصالتاً که خب اردبیلی هستم. بله. من ممنون مردم شهرم هم که بعد 20 سال 22 3 سال رفتم اردبیل، واقعا بیداد کرد. بله. واقعا یه سنگ تموم گذاشتن دیگه. یعنی واقعا اونی که بالاخره از دستشون برمیمد، یعنی هر شهری رسیدم سر این مثلا 3-4 تا گوسفند، تو آستالا 4-5 تا گوسفند، خود اردبیل، هر شهری رسیدیم واقعا اون احساسشون و خواستشون و وجودشون و واقعا به قلب من چسبوندن. من انشالله بیان تهران نوکریشون رو کنم که نمیتونم، واقعا سنگ تموم گذاشتن. اصالتم اردبیلیه ولی من بزرگ شده تو راهن، یه محله بودش حسیرآباد میگفتن، روبروی بیمارستان باحالو. بله. یه محله بودش که با حلبی و کجا؟ طرف های راهن، راهن تهران، روبروی بیمارستان باحالو. بله. بهش حسیرآباد میگفتن. بله. که تا 7 سالگیم اونجا بودم. بله. اولین سال مدرسه‌م هم دبستانی بودش تو جمادی الحق نزدیک میدون طاهری. اونجا میرفتم که دیگه نقل و مکان کردیم، اومدم اونجا رو خراب کردم، ما رو آوردن 13 آبان. 7 سالم بود اومدیم، الانم فکر کنم حدودا 54-5 ساله که اینجاییم دیگه. بله. بله. زنده باشین، درود بر شما. 13 آبان. خب البته از مسائل خارج نشیم، امین آقای فرزانه هر جای ایران که بره جا داره، هر جای ایران که بره قربانی میکنن زیر پاش، هر جای ایران که بره دوست دارن، شکی توش نیست. محبت دارن. خب تو همین 13 آبان ازدواج کردین؟ بله، من ازدواجم هم 13 آبان بودش. بله. البته محله 13 آبان. بله، محلمون 13 آبانه. اون موقع 9 آبان میگفتن. بله. ولی الان میگن 13 آبان. بله. بله، ازدواجم هم تو محلم بودش. بله. اینا حالا حاصل ازدواجتون چیه؟ حاصل ازدواجم جسارت، ببخشی، 3 تا دختر ماشاءالله، بعد 3 تام نوه دارم ماشاءالله، بعد دختر کوچیک کنیزتونم که تاج سرمونه، عروس آقا اشمت از خیرین بزرگا. بله. بله. اشمت زلفقار از دستبگیرا، خیرا، پهلونا، ورزشکارا. بله، چهره آشنای خوب. بعد خلاصه یه دوماده خوبه من قسمتم شده. اون دوتا که عالی بودن، اینم اومدش
این اونا واقعا این پسرم، من کم بوده پسر نداشتن و احساس نمی کنم. یعنی اون محبتی که پسرها به پدر مادر می کنن واقعا این سه تا داماد، چه آقا بابک باشه، آقا زبی باشه، مهران جان باشه. آقا مهران هم که یه تورایی داره، یه 20 روز دیگه چهارمین نوه‌مون هم میاد و انشالله دیگه تعتاقاریه دیگه، فکر کنم این عزیزتر از اون یکیه باشه انشالله. بح 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 بح. یعنی. خب جا داره که اینجا جلوی دوربین کوچه خاطره ها ما سلام و عرض ادب داشتیم خدمت بستگان و خانواده جناب امین آقای فرزانه که همشون برای ما عزیزن و ما به وجود آقای امین آقا افتخار میکنیم، واقعا افتخار میکنیم. هر جا که میریم صحبت از شماست، ولی امروز ما میخوایم یه خوردم بی پرده با شما صحبت کنیم. ما خودتون اطلاع دارید آقا دستمون رو میبندی یا دست بسته صحبت کنم؟ بارها شده که حالا میخوایم بریم سراغ خیریه و کارهایی که شما انجام میدین. چرا از کجا شروع شد؟ یه خورده قبل برگردیم عقب که امین آقا مثلا ما میریم تو جمعیت، حالا یکی میگه امین آقا قطارکش بوده، یکی میگه قمکش بوده، یکی میگه لشکر وارد میکرده. ما میخوایم اینجا الان جلوی دوربین از شما سوال کنیم اگه راجع به این مسائل صحبتی هست. ببین وقتی که انسان به دنیا میاد بلد. از همون دنیا اومدنش که نمیگن این استاد دانشگاه میشه، این فوتبالیست میشه، این کشتیگیر میشه. منم تو محله بودم، خب راهن اسیرآباد، واقعا بچه بودیم یادمه، مثلا میدویدیم بازی میکردیم، مادرم خدا بیامرز، بابام خدا بیامرز، میگفتن مثلا جلومونو میگردن، چون با حلبی ساخته بودن احتمال ریزش، یعنی محله زندگیمون بود. خب تو این محله بزرگ شدم، بعد اومدیم تو محله سیزیابان، خب جنوبی ترین جنوب شهره. خب الان جان پهلوان دکتر علی دبیر یا خیلی پهلوان ها، خیلی شخصیت های مملکتی هستن، میگه تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگیست. منم تجربه ای نداشتم، یه خانواده ای واقعا بگم متوسط، بگم چجوری بالاخره جنوب شهر زندگی میکردیم، خواسته ناخواسته تو مدرسه جلوم یه سری مسائل پیش اومد، خطم عوض شد. اون مدرسه که داشتم تحصیلاتم ادامه میدادم با خوبی با خوشی، ناخواسته مانعه های جلوم اومدش، اینا از همون دوران مدرسه پام با شد. مثلا یه بچه محصلی که تحصیل میکنه و زور میشد، میگفتیم خدایا که زنگ میخوره بریم ببینیم مادرمون چه غذایی. مثلا میمدیم میدیدیم دو تا تخمرغ و 20 تا گوجه زده، یعنی بله. اینقدر زیاد نشون بده هممون سیر بشیم. بله. خب توی همچین خانواده با این سختی ها با این مشقت ها یه ذره فکر تصمیم گیریمون تو بچگی خوب نبود، رفتیم سمت خلاف. نه خلاف که چی بودش اینا، مثلا من میدیدم هم کلاسیم بالاخره تو میز نشسته، زیر میز مثلا یواشکی موز و پوست میکنه میخوره، یا بیسکویت داره میخوره، یا تو حیات غذا آورده فلان اینا، من نمیتونستم چیز کنم. خب بالاخره هم بچه بودم هم هر چیزی، بالاخره آدم یه موقع میبینی یه خیارو پوست میکنه میگه بوش میاد، به همه میدن. من یه ذره تندروی میکردم، مثلا فکر میکردم همون دوران دبستانم یو با یه همشاگردی داشتیم، خب یه مقدار وضع مالیشون بهتر بودش، خوبتر بودش. مثلا اولین چیزی که شد مثلا من خودکار اینجوری چیز کردم، فکر می‌کردم مثلا الان تمیزش کنم چشش میکروب نگیره فلان نشه اینا تو عالم بچگی، ولی وقتی خودکار رو زدم به چشش رویم عوض شد دیگه. یعنی زدی چشم اونو؟ آره زدم ناقص، یکی گفتن نمیدونم پرده چشه، یکی گفت سیاهی چشش فلان اینا، که اون موقع دیگه پاسکا بودش. از پاسگاه اومدن از پشت میز مدرسه و دیگه شروع شد دیگه. میگه زندان مکتب جنایت و مکافات. یکی میره بالاخره میبینه یه آینه عبرت میشه واسه بالاخره فلان. ولی ما رفتیم اونجا و بعد خلاصه دیدیم هم نوعای خودمونن، کسایی هستن که دنبال آشوبن، دنبال نمیدونم شلوغکاری و دنبال جنگ و جدال و نمیدونم درگیر شدن و نمیدونم. بعد خلاصه چی دیگه، اونجا هم زندان دیگه. امین آقا چند بار زندان رفته؟ من میگم که از دوران 10 سالگیم دیگه چیز شده اینا، دیگه خیلی رفتم دیگه. آخرین باری که زندان رفتین چه سالی بود یادتون میاد؟ آخرین بار
بکنم 7-8 سال پیش بودش. 7-8 سال بیشتر پیش بیشتر، چون 10 سال پیش من یادم شما زندانی آزاد کردی، اعدامی آزاد که چطور بیشتر چند سال پیش بود آخرین باری که خودتون زندان رفت؟ بله آخرین بار فکر کنم همون عروسی، قبل عروسی دختر بزرگم بودش اینا. بله. خب ما نخواستیم به خاطرات بعد، میخواییم که یه عده از جوانانی که شاید مسیرشون اشتباه، با گفتگوی شما، چون تأثیر گذاره. بله. گفتگوی شما خیلی تأثیر گذاره. ما میخواییم بدونیم که آقای امین آقا از زندان که نمیترسه که. بله. چطور شد که یه دفعه مسیرش عوض کرد، اومد تا میتونه مثلا جهازیه میده، تا میتونه زندانی آزاد میکنه، تا میتونه محبت میکنه به مردم، و الان یک چهره شناخته شده در ایران. هر جای ایران که میره استقبال خیلی خوبی ازش میشه، خیلی هم آرزوی دیدن شما رو دارن، از ما میپرسن. من نوکرشون. چطور شد که مسیر شما عوض شد؟ خب جناب موسوی، من خدمت بزرگوار بگم که وقتی بزرگا خوبای این خودتون بزرگای خوبمون گفتن خدمت به مردم عبادته، نوکری مردم عبادته، دستگیری خوبه، نه مچ بگیری یا دست بگیری بلند کنی. بله. وقتی من میبینم کارهایی که مثلا پوریای ولی دل مادر رو شاد کرد، چه اوج گرفت جان پهلوان تختی، میتونست پایی که درد میکرد بگیره برنده بشه، قهرمان جهان المپیک بشه، نگرفت. بعد میایم میبینیم، مرور میکنیم میبینیم کار قشنگه. کار وقتی قشنگه، بعد ما میایم میبینیم تیبخان پاک شد، خاک شد، حاج مصطفی دادکان پاک شد، خاک شد، یا اینا رفتن همه جور هم چیز بودن، پرطرفدار با مردم بودن فلان، ولی اومدن با اهل بیت. یه تکیگاهی که با آدم واقعا هیچ موقع پشت آدم خالی نمی کنه اهل بیته. میگه خدا دارم، نبی دارم، علی دارم، چه غم دارم. وقتی میای طرف اهل بیت، ناخواسته از یه سری ناپاکی ها پاک میشی، از یه سری کارهایی که باید انجام بدی دوری میکنی. مثلا میگه بابا مثلا میتونم یه بابایی رو که مثلا به هم توهین کرده، خیلی اهانت کرده، هر کاری واسط کرده، میتونی گذشت کنی؟ میگن اون چقدر باصفا بود، چقدر گذشت کرد. نمیگن کم آورد، میگن چقدر آقا بود، گذشت کرد. به آب روون و زلال میگن چرا اینقدر روون و فلان؟ میگه میگذرم. بعد گفتم، میگه هر عملگر خیر شر از آدمی سر میزند، آن عمل مزدک به زودی پشت در میزند. بد کنی بد میبینی، خوب کنی خوب میبینی. واسه چرا آدم خوبی نکنه وقتی که میبینی مردم اینقدر باصفا، جای میری شهرستان میری از جون دل واسه جونشونو میذارن، پذیرایی میکنن، واقعا به آدم دلگرمی میدن، انرژی میدن، پیش زن بچه امتیاز آدم بالا میبرن. خب متقابلا اونا هم بیان تهران، منم باید همین کار کنم، منم باید جونم بذارم. قدیم میگفتن آخه عشق یک سره مایه درد سره، باید دو طرفه باشه. من بگم آقا موسوی من شما رو دوست دارم، بعد شما بگی خب من تو رو دوست ندارم، نمیشه که. باید دوتا لازم ملزوم همیم، باید هم دیگر رو دوست داشت، باید نه اجبارا. چون وقتی من به شما میگم آقا موسوی سلام سرتون رو میبوسم، ناخواسته شما میگی خیر ببینی از جوونید، یه امتیاز. میرم یه پیرمردی رو میبینم، دستش رو میگیرم میبرم اون ور جوب، یه امتیاز. میام میبینم یه مادری نمیتونه سنگین وسایلاشو ببره، مادر بده من شما برو، من الان میارم میذارم تو ماشین، یه امتیاز. دیدی مسابقه میذارم گروه زرد 5 امتیاز، گروه قرمز نمیدونم 4 امتیاز، امتیازا. یهو میبینی محبوب دلها میشی. پوریای ولی یه دفعه نمیومد تو، یه گذشت. هیچکی هم الان بپرسین، خیلی ها نمیدونن قبر پوریای ولی کجاست، اسم واقعیش چیه فلان اینا، ولی این کار قشنگش موندگاره. بله. زمین خورد، اوج گرفت، دل مادر رو شاد کرد. این قشنگه، نه این که بیای پیش زن بچه مادر یارو، خار مادر یارو بریزی نمیدونم بزنی بچه وحشت کنه، استرس تا آخر عمرش تو بدنش باشه، استراب داشته باشه، وحشت تا آخرین لحظه مرگش جلوی چشمشه. فلان موقع دیدی پیش جلوی پدر مادرم ریختن فلان کار رو کردن، ولی وقتی میبینی بابا یارو با خانواده است، اصلا اشتباه هم کرده،
وقتی میگیم گذشت خصلت مردانه، گذشت کن دیگه. خب بس نتیجه میگیریم از این صحبت‌های شیرین شما که گذشت تو زندگی خیلی خوبه، خیلی خوب، امتیاز بزرگیه برای هر فرد. بله. خب 10 سال پیش من البته یه 10 سال پیش که میگم، بارها شده من تو قشر مختلف، بله، از روحانیان خوب، روحانی خوب، بله، داریم، هنرپیشه‌های خیلی خوب داریم، بله، هنرمندا حالا تو هر 7 هنر خوب داریم، بله، تو ورزشکارا خیلی خوب داریم، بله، همه این قشر وقتی شما رو میبینن یه حال هوایی بهشون دست میده. چیه جریان؟ آقا موسویون خالص مخلصی رو نشون میده. یه زنجیر دیدی شبیه تلاس، میان نگاه میکنن میگه شبیه تلاس، نه خود تلاس، نه عیارش خیلی بالاست. خب وقتی همونجوری که فرمودی من میبینم که کسایی که خوب شدن بعد 50 سال میگن طیب‌خان همایش میگیرن. اون دوره وقتی طیب‌خان رو تیربارون کردن، یه کاری کردن تخریبش کنن، یه جورای چیزه، ولی الان دارن مقبره میسازن، الان همایش میگیرن. خود ما مثلا میریم پابوسی آقا سیدالکریم، ناخواسته میگیم سر خاک طیب‌خان بریم، حر زمان. آیت الله حکیم امام خمینی رحمت الله گفتن حر زمان، پاک شد، خاک شد. وقتی اگه ما رهروی طیب‌خان میخوایم بشیم، باید یه کارایی هم یاد بگیریم دیگه. میگه استاد کیه؟ مربیت کیه؟ یه تیم فوتبال خوب میگه مربیش خوبه، ولی الان علی آقا پروین این همه جایگاه دوست داشتنی، یه بازی مهم میتونه گل خودش بزنه، خیلی هم مهم بود، ولی پاس میده به آقا همایون بهزادی، حالا دقیق نمیدونم به کی، ماندگاری که الان هم میگن سلطان علی پروین. این سلطانی قشنگه، خیلی هم دوراش بودن، جایدن هم مردن فلان فلان، ولی علی آقا پروین وقتی من میبینم اومده واسه شاگردش آقای مرتاد میناوند، آقای علی انصاریان واسطاده یه گوشه عشق تو چشاچه افسرده شده، خب این قشنگه دیگه. ولی امروز روز نمیدونیم، اگه خوبه هر چیزی، یا کشتی باشی، بوکس باشی، تنیس باشی، هر رشته ورزشی، سالمش انتخاب کنی، تو اوج قدرت انسان باشی، ماندگاری. تو اوج قدرت باید انسان باشی، تونستی بزنی نزدی خوبه، تونستی گلو بزنی پاس بدی قشنگه، تونستی بدونی مثلا میتونی اینو ببری، ولی میگی بذار باش چیز کنم با یه اختلاف امتیاز ببرن. متوجه پاس برمیگرده به همون گذشته دیگه، اون خصلت مردونه که جوهره رو داره، همه هم میدونن. خب ما دیروز جایی دعوت بودیم واسه این باستانیکارهایی که اومدن واسه عصر جدید فینال، بله. آقا ما رفتیم اونجا، از 15 تا استان بودن، شهرستان هم آقا با همه جون یه جوری برخورد کردیم. اینا نیم ساعتی که ما اونجا بودیم نمیذاشتن، گفتم بابا من باید یه جایی برم، یه افتتاحیه باشگاه بدنسازی، یه گل ریزونه، نمیذاشتن. خب اولین برخورد بود، برخوردی هم نداشتیم، ولی کار اینقدر قشنگ بود، عاشقانه بود، دوست داشتنی، دلی بود، بله، دلی بودش، چون میگه از جهت دل برای لاجرم بر دل نشینه، دلی بودش، فرق نذاشتم. اونی که مال اردبیل بود سر کلهشو بوسیدم، اون عزیزمونم که مال سیستان بلوچستان بود، اونم واسه هم عزیز بود، فرق نمیکنه. بعد شعار ندیم بنی آدم از یک دیگرن، چون من میگم یه ایرانی سیستان بلوچستان سرش درد بگیره، ما تو تهران قلبمون درد میگیره. چرا؟ هم نوع ماست، از جنس ماست، ایرانیه. وقتی یه پرچم ورزشکاری پرچم سرنگ میبره ارشلا، 80 میلیون به خودشون میبالن، میگم ایران برنده شد. یه بازی دیدی ایران واسه جهانی، واسه مقدماتی میبره، خیابونا چراغونی میکنن تا صبح نمیخوابن. این مال چی؟ اون عشق. کدومش؟ عشقی که عینش علیه، شین شهید کربلا، آقای امام حسین، کافش خمر بنی هاشم، اینش تو دلت بشه، بپر تو آتیش، بپر تو دریا، خدا نگرت میداره. بله، از 10 سال پیش گفتم، 10 سال پیش امین آقای فرزانه بلیت گرفته بودن، حالا 10-12 سال پیش دقیقا نگم، 10 سال پیش 10-12 سال پیش بلیت گرفته بودن برن مشهد. ما گفتیم که فردا قراره که یه مصطفی رو آزاد کنیم. مصطفی یک اعدامی بود، مصطفی نقدی ها، بله، قرار بود که یه هفته بعد اعدام بشه. ما رفتیم در خونه اون آقای روزبهانی عزیز که بچهش رو از دست داده بود، خواهش تمنا با خانم پوری بنایی، خانم ملکه رنجبر که امروز سالگردش، خدا بیامرزه، آره، و حالا دقیقا یادم نیست، خیلی ها کمک کردن.
وقتی تماس گرفتیم با امین آقای فرزانه که خدا آقا مرداد میناوند خدا بیا بله همه بودیم حاج آقا طالقانی بعد امین آقای فرزانه گفت من بلیط گرفتم برم مشهد ولی اینجا واجب تره، اینی که از تناب دارو از گردن این پسر بیاریم بیرون این واجب تره. امین آقای فرزانه از همه جلوتر اونجا حاضر شد و یه دم با شما اومده بودن، خدا خیرشون بده، خدا رو شاهد میگیرم وقتی ما این پول رو قرار بود جمع کنیم و بدیم به اون خانواده، دوستای امین آقا تراور با دسته تو اون صندوق نمیرفت. بله. همه هم میگفتن ما به عشق امین آقا این کار رو داریم میکنیم نه به عشق اون. بله. 10 سال پیش یادتون بله بله, بله. زندان کانون مصطفی نردی بله آقای اشمت ذوالفقار بود آقای بله داود نوروزی خیلی هنرمندا ورزش بله خیلی ها بودن که روحشون شاد. آره اونا که رفتن امیر خانم اون موقع ما باهاش زیاد چیز نبودیم. بله. من امیر خانی که الان خدمتشونیم بله. اون موقع جوانتر بود و فلان اینا، بعد هم موقع هم یه حرکت قشنگ اون پول سنگینی و آقای اشمت ذوالفقار رو بله. امیر خان احمدی بله. آقا داود نوروزی محبت کردن. بله بله زنده باشن دستشون درد نکنه اونایی که از بین ما رفتن از جمع اون خیلی ها، خانم فاطمه طاهری، خانم ملکه رنجبر، خیلی اگه بخوام بشمارم خیلی ها، چون 10-12 سال گذشته روحشون شاد، یادشون گرامه، کار خیر. آقای مفید هم بود آقا روحشون. بله بهمن مفید، آقای وحدت، آقای خیلی از هنرمندا بودن، خانم پوری بنایی چقدر زحمت کشیدن. آقای جانش گرامی خب بودن. اگر اجازه بدی ما میریم مصاحبه 10-12 سال پیش با شما رو تو اون کانون میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما. خواهش میکنم. خدمت جناب آقای امین آقا هستیم. همینجور که ملاحظه فرمودین جمعی از هنرمندا وقتی بالا میرفتن از امین آقا میگفتن. میخوام حضور خودت اینجا اعلام کنیم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان و مردم با غیرت و با وجود ایران که من خاک باشونم دستشون رو میبوسم. من والله نمیخوام منت باشه، من بلیت مشهدم داشتم ولی به نوعی چون هر سال میام یه وظیفه تو خودم دونستم. اینا بعضیا ادا در میارن، بعضیا همینجوری لبس زبون میارن، اینا میگه پول داره کباب میخورم ما دود کباب. بالاخره ما خودمون بچه دردیم، بچه رنجیم، یخه چرکیم، درک میکنیم اینا رو. این بچه رو من چندین سال اومدم، 12 سالش بود، 6 سال زندان بود، 18 سال شد بردنش رجای شهر واسه اجرای حکم. خب اونو اقدام کردیم، برگشت، حالا صاحب زن و زندگی شده، قاقدار میاد تشکری بلان واسه ما 1 میلیارد ارزش داره. بعد یه پرنده داریم میگه بد بده، هیچ موقع نمیگه خوب بده. اینا که اومدن همه خوبن، به مولا اومدن دلی رو شاد کرده. اون بچه که ناخواسته اومده مثلا دویده نمیدونستن چاقو قلب کجاست، شارک کجاست، چاقو رو بل کرده یا نشسته تو شارک، رو الان اومده اینجا از صبح تا شب داره گریه میکنه، پشیمونه. اگه نه بخواد خدای نکرده غرور بگیرتش، هیچ موقع کسی نمیادش حمایت کنه ازش. اینا من ممنون از این خیرین ورزشکارا و هنرمندا، این جوونا، بچه ملای گلم که اومدن. واقعا آقا من الان 500,000 تومان 500,000 2,000,000 و فلان هر چی پول گرفتن قبض به نام من، به قرآن من نمیدونم اینا رو، نمیدونم بکنم اینا منو بیمه میکنن که من سال دیگه هم باشم. سلامتی این عزیزا، سلامتی و نجات همه اسیران دربند. میگه دیوار زندان بلند است ولی عمرش کوتاست، نجات این بچه کوچولا که بچهای من، جگرگوشای من. میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن، اگه واقعا این بچه ها رو دیدین یه ذره امروز شاد شدن الان میرن زیر پتو گریه میکنن، نجاتشون، نجات همه اسیران دربند، سلامتی این عزیزا. مخصوصا آقای پورزند پدر 3 شهید با این کسالت با خانومش بزرگی کردن اومدن، هنرمندا، بچه ملای گلمون، خدا این اتحاد صفا رو از این ایرانی‌ها نگیره، به قدر رنای آقا اول و صلوات بفرستین. الله ما صل علی محمد و آل محمد. درود بر شرف شما، زنده باشید. خب امین آقای عزیز دیدیم و برگشتیم آزادی مصطفی رو. امین آقای فرزانه خب یه سری همسناش، یه سری سن بالاها، سن پایینا همه، ولی بچه کوچیکایی که مثلا اصلا میگم شما رو نمیشناسن، ندیدن از نزدیک، میشناسن از نزدیک ندیدن شما رو. مثلا نمونهش بچه نوی برادر من. بله. یه البته مهندس ماشاءالله. ماشاءالله. این آرزوش اینه که شما رو نزدیک ببینه، میگه عمو هر جا امین آقا بود بگو من، چرا نمیگه مثلا هنرپیشه های یا خواننده ها یا فلان، فقط میگه امین آقا بود به من بگو من بیام من نزدیک ببینم. این چه حسنی که این بچه کوچیکا دارن. آه خب میدونی وقتی میگم که نوکر مردم عبادته، وقتی من بزرگترش رو میبینم، سرشون رو میبوسم، احترام میذارم، خالص و مخلص نوکری میکنم 100%. یه روزی آقای عرفز پورعرب چاش سبزه همین خونه بود،
این جوان ها بچه ها کوچیک ها میرفتن میومدن به پای همشون بلند میشد، گفتم اول وقت جان خسته میشی آقای پور عرب. بعد گفت داداش این الان میره توی خونه مجموعه 7-8 نفری میگه ام رفتم ابوالفتح پور عرب رو دیدم به پام بلند شد منو بغل گرفت منو بوسید فلان بل. اون 7-8 تا هم ناخواسته جذب من میشن بل. وقتی ما بزرگترشون رو دوست داریم به بزرگترشون نوکری میکنیم فلان 100% اون خانواده حرفای قشنگی درباره ما گفتن، گفتای قشنگی درباره ما گفتن. یه نمونه اش الان ما یه بزرگی داشتیم روح شاد آقا مجتبی رحیمی، من الانشم که الان مثلا بلند میشم میگم آقای مجتبی رحیمی آقاشو میگم چون واقعا آقا بود برازندش بود روح شاد بشه. اینا یه سری مسائل این بچا دور یه موقع میبینی یارو خواسته ناخواسته میگه استقلالی هم میگه پرسپولیسی هم فلان کشتیگی رو دوست دارم فلان هنرپیشه رو دوست دارم، ولی خب میدونی آقای مشایخی استاد بود بله. شاید خیلی بازیگران میومدن میدویدن عکس مینداختن امضا میگرفتن ولی همه راه رو واسه اش وا میکردن استاد مشایخی همه قیام بله. میکردن بله. خب اون عزت و احترام کجا؟ بس اون یه کارایی کرده بله. خدا اون امتیاز خوبا رو میده به استاد مشایخی بله. تو اون سن سال با اونی که نمیتونه چیز کنه ولی میگم فلانجا مثلا گریزونه با اون عصا با اون افسردگی با اون مریضی بلند میشد میومد بله. خب خود خداوند امتیاز ده امتیازی رو 100 تا میداد. چرا؟ با حالت مریضی اومده، اگه جوان بود میگفتیم خب اومده. یه سری خاصا امتیازا دیگه اون معامله با دل تو با خدای خودته. وقتی خالص و مخلص با خدا معامله میکنی خدا میاد مهرتو میندازه تو دل بچه پیرزن این شهرستان اون شهرستان دیگه عزیز دل ها میشی، عزیز یه دل نیستی، همه دوستت دارن تو هم باید اون دوست داشتن رو استفاده کنی، سو استفاده نکنی، خالص و مخلص نوکریشون رو کنی، کف باشون رو باید ببوسی. بله خب بس نتیجه میگیریم که این کار خداست که مهر شما رو انداخته به دل حتی بچه ها صد جای سن پایین. خب از استاد مشایخی گفتین، از استاد مشایخی گفتین یکی از دوستای صمیمیش، یکی که تمام تولدهای آقای مشایخی تو خونه این بنده خدا برگزار میشد و همیشه الانم ماهانه برنامه میگیره جواد یساری، عباس قادری و همه خواننده ها هنرپیشا تا حدودی جمع میشن منزل ایشون، یه شب رو شاد هستن ولو اینکه مثلا هیچی تو اون بساط نیست، فقط همون صحبت و همدیگر رو ببینن و همینه. خب سلی رحیم دیگه بله. همدیگر رو دیدن بله. فقط همدیگر. خب اون شخص کسی نمیتونه باشه جز حبیب جهانی که الان اینجا حضور داره. بله آقا جهانی. آقای بله. حبیب جهانی نماینده شده امروز از طرف معدنداران و مردم عزیز ایران و همسایه‌ها اونایی که شما رو میشناسن نماینده شده اومده اینجا که یک از شما قدردانی و تشکر کنه. اگر اجازه بدید دستشو میبوسم آقای جهانی بیاد اینجا بشینه حضور شما و ببینیم که چی داره و خاطره ای از شما داره. من نوکر شما امیده با سلام. سلام آقا ارادت مخلص شما هستم، سعادتی به خدمت شما برسم از طرف کل ملت ایران. من ممنون شما ملت ایران قلدت داریم شما امیده با بسیار انسان خوب با شخصیت مؤمن دوست داشتنی میبینیم همیشه به فقرا کمک میکنی جهاز برای عروس و داماد میگیری. خیلی ممنون قربونت واقعا خیلی خوشحالیم که امروز تونستیم شما رو زیارت کنیم، سعادتی نصیب ما شده. قربون قسمت ما شده. اتفاقا پسرم آقا کامران به شما خیلی ارادت داره. کامران جهانی بله ولی ورزشکارم از مشتی همیشه با شما در تماس. آقا بچه رو زودتر نگو ولیت پهلوان جهانی هم ما مخلص شما هستیم. آقا خیلی باعدم کل ملت ایران همه دوستت داریم همه من واقعا دوست داشتنی هست. من یه خاطره از شما دارم 20 سال پیش بله یادم به یه عروسی بود، عروسی یکی از دوستان بود که شما هم دعوت داشتید بله. دو سه روز قبلش یکی از دوستای شما فوت کرده بود، پیرن مشکی تنه بله. اما انقدر با معرفت و با مرامی اومدی در تالار تو ماشین پیرن رو عوض کردی، پیرن مشکی رو بله. اومدی وایسادی تا پایان عروسی، باز دوباره آخر شب رفتی تو ماشین پیرن مشکی رو پوشیدی رفتی
شریعتی بلونگ بلونگ افروک بله بله عروسی یکی از دوستان 20 سال شد بله 20 سال قشنگ عمرمون میگذره واقعا 20 سال پیش بود از اون مرام شما من از همون روزم واقعا خوشم میومد ما که 20 سال 25 سال ارادت داریم خدمت آقا ببین آقا جان جلوی دوربین نبودیم نمیخواستم نقش بازی کنم که درست. اونجا رفاقت بود یه عزیزی که با من بزرگ شده بود با من بودش اینا بعد یه مدت یه اتفاقی بیفته بعد فوت کردن من نمیتونستم بیام بگم ولش کن اینا که نمیبینن دله نمیذاشت چون با هم نونمک خورده بودیم با هم زندگی کرده بودیم با هم بزرگ شده بودیم رگ و ریشه آدم تو روحاب نیست که رگ و ریشه ما دویده تا کجا واقع. اون نمیذاره یه همینجوری بخوای نقش بازی کنی از اون بغل ماشین وایساده بودم اتفاقی دیدم به کار خدا رو ببین من که نگفتم من واقعا عاشق اون ممنون خدا خدا شما رو وسیله میکنه بعد 20 سال بیا کار واقعا یعنی واقعا بعد از اینجا نتیجه میگیریم که میگه هر عملگر خیر شر از آدمی سر میزند آن عمل مزدک به زودی پشت در میزند ببین شما بعد 20 سال چقدر قشنگ بود آقا جان و عاشق مرامتی ما انشالله که خدا کنه که همیشه سلامت باشی خانوادت سلامت باشه سایت بالای سر همه ما ایرانی ها باشه من یه افتخار میکنم آقا جانی من به یادم افتاد که از شما پیشکسوتا بزرگتره یه قدردانی با یه شعر قدیم میگفتن بی پیر به خرابات مرا گر سکندر زمانی الان میگه پیری شکستنیست که تعمیر ندارد ویرانه شود آن شهر و مکان و دیار و محله و کوچه برزن که پیر ندارد شما ستونین ما ترک ها میگیم دایاق فارسا ستون شما آبروی اعتبار ما این برکت ما این پیش کسوت یعنی همه کس آدم پیش کسوت یعنی مربی پدر عزیز 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 سایه شما بزرگتر خوبا همیشه بالا سر ما باشه که همیشه سلامت باشه بدون بزرگتر نمیشه زندگی کرد بزرگتر یعنی همه کس ما مختص شما هستیم چقدر خوبه که این آقای حبیب جهانی این یار مهربان هنرمندان ورزشکاران چقدر دوست داشتنی و با دستگلی که از طرف مردم به شما هدیه شد اینها همش افتخاره واقعا این مهریه که خدا انداخته به دل این مردم حق شناس و دوست داشتنی خب باز برگردیم تو برنامه امین آقا میره کسانی که قصاصی هستن تا اونجایی که راه داره من دیدم آشتیشون میدی رضایت میگیری یا جهاز میدین به دخترها یا فرق نمی کنیم بیمارستان به بیمارا سر مثلا من خوابیده بودم بیمارستان امین آقای فرزانه با 10-15 نفر فکر کنم اومده بودیم بیمارستان قلب یا بیمارستان یادم میاد که عیادت استاد ناصر ملک موتی بله آقا ملک موتی آقای احمد پور مخبر بله همه رو مزدتون رو گرفتین آقا موز که ببین من میگم ما معامله با خدا میکنیم ببین همون میخوام بگم نه ببین موز که ببین 50 مثلا بگیم 5 سال من تو آبانم یه انباری بالای خونم ندارم که یه موقع این جازی های بچه ها رو سیسمونیشون و فلان خیلی هم تو زیر دست پا شکسته فلان اینا شاید مثلا بگن تو جنوبی ترین جنوب شهرم این آقا زندگی میکنه فقط از یه چی من خیلی خوشحالم راضیم که تو دل مردمم با مردمی زندگی میکنم که هم نوع خودمن هم جنس خودمن یعنی مثلا موزش چی باشه مثلا من برم الان خونم ولنجک باشه موزه یا ماشین گرون قیمت نه من میخواستم بدونم مثلا موز چی میشه مگه آدم کاری که میکنه معامله با خودشو خدا میکنه صدای گردو رو وقتی من میخوام خودم و خودم بشنوه مثلا موزش مثلا نمیدونم چجوری از چجوری باید دیگه همون که مردم به دلی دوست دارن احترام میذارن باد زندگی میکنن پیر جوون بچه هنرمند ورزشکار همه هر جا میری واقعا دلی دوست دارن عاشقان دوست دارن این قشنگه بلد. دیگه موز دیگه من نمیدونم همین بزرگترین موزیه که شما از خود همون میگن دیگه از من میپرسن چون یه روز خبرنگاری اومد با من یه گفتگویی بکنم گفتم که من فکر میکنم ثروتمندترین من هستم بله واقعی خبرنگار میدونست که من مستاجرم ماشینم ندارم خب همجمون دوباره سوال کرد گفت آقای موسوی گفتم من یکی از ثروتمندترین روی زمینم گفت چطور گفتم از در خونه که حرکت میکنم
همینجوری مرتب مردم جلومو میگیرن میگن خدا پدرت بیامرزه، خدا مادرت بیامرزه، اجازه بده ما اینجامو میبوسن اینجامو دست. این بزرگترین موضوعی که واقعیت. ما از خود البته من خاک پای شما هستم، این بزرگترین موضوعی که ما از خدا گرفتیم واقعیت. آقا موسوی این موضوع ماندگار میشه، میشه پوری های ولی، میشه جان بلوان تختی، میشه تیب خان، ولی اونی که ظاهرن میان سرتو میبوسن پشت سرت غیبت و فلان وجود نره که. چرا وقتی گفتم که خالصو میگه هزاران بار این نکته را کردن تأکید کرکت بد نکند بد نخواهد دید، وقتی داری خالص مخلص به مردم خدمت میکنی، نوکری میکنی، خالص مخلص دوستش داری، همین بر میگرده به خودت. ببین برو بالای کوه واسا بگو ها، صدای های میشنوی، بگو او صدای او، به قرآن هر چی بکاری تو این روزگار همونو درو میکنی. بس چقدر خوبه ماندگاری یادگاری بمونه، بگی استاد مشایخی آقای بهمن مفید، خانم ملکه رنزور، اینا ببین خانم ملکه رنزور با اون کسالت با اون مریضیش نیومد دنبال رزت، واقعا کارهای قشنگ میکرد که میگیم اسطوره هنر خانم ملکه رنزور. ماندگارمون دیگه خیلی ها بودن واقعا. رفتن محو شدن، ولی خانم ملکه رنزور ماندگار. این قشنگه بلد. پول برد با خودش، خونه به لنجت برد. به قول استاد اکبر گلپا همیشه ما وقت خدمتشون میرسیم، دوست عزیز ماست، میگه کفن جیب نداره. شما آقای امین آقای فرزانه برنامه کوچه خاطره ها رو میبینین؟ بله آقا، برنامه منو خیلی عالیه. بلد. انتقادتون، پیشنهادتون که من وظیفه دارم میرم خدمت پیشکسوتا، عده از جوانا از من گلگی کردن، چرا که ما الان 20 سال تو این مملکت داریم زحمت میکشیم، بازیگر هستیم، خواننده هستیم، چرا با ما گفتگو نداری میری همش سراغ پیشکسوتا؟ من عاشق پیشکسوتا هستم. بله بله، برنامه من اسمش کوچه خاطره هاست، یعنی اینایی که برای ما خاطره ساختن، مثل بله. بهمن مفید، مثل ناصر ملک موتی، مثل استاد فردی، همه اینایی که بودند و الان نیستن. راجع به هنرمند رو صحبت کنیم. بله قشنگ گفتیم. ببین شما کاری میکنی کارستون. ببین من الان در خونه رو میزنم، بله کیه؟ میگه همسایتم. همسایه میاد انقدر آش میاره. این آش واسه خانواده شفنوری، نه ما رو سیر میکنه نه بله. فقط دلگرم میکنه، امیدوار میکنه. ببین گنج تو خرابه است، وقتی هنرمند یه ورزشکاری پیر میشه، منزوی میشه، خونه نشین میشه، توقع داره بیان عیادتش، بیان بهش سر بزنن. یه زمانی جولان میداد، یه زمانی واسه خودش کسی بود، الان خونه بیفته کسی سر نزنه به مولا، یعنی سر نزنن. انسان میخواد دست دو سال عمر کنه، وقتی میان سر میزنن میشه 5 سال 10 سال. انسان به امید زنده است. وقتی شما میای سر میزنین، من میام سر میزنم فلان، اون امیدش بیشتر میشه، انسان به امید زنده، امیدوارش بیشتر میشه، میگه بس منم هستم، بعد میبینن زن و بچه‌ام که بازم فلان اینا. ولی کسایی رو بذاریم قریبانه بمیرن، یه نوع مسئولیتی گردنمونه. من چون رفتم عیادت آقا ناصر خان آقا ملک موتی، دینم رو ادا کردم. وقتی من رفتم ملاقات آقای پور مخبر، دینم رو ادا کردم، چون یه هنرمند بود، بچه معلم بود، پایین تر از مامون زندگی میکرد، خمسر خیلی خیلی پایین تر از جنوبی ترین جنوبی شهر آقای پور مخبر بود. از اینجا بیای بشی احمد پور مخبر تو دلا، دل مردم رو شاد کنی، یه زمانی مردم رو میخندون، شادی تو خونه ها میابرد. مگه میشه اینو فراموش کرد؟ قربونون دلت، قربونون پاکی صداقتت، که میای به پیشکسوت به بزرگتر یاد میکنی، سر میزنی، یه انرژی مثبت بهش وارد میکنی، یه دستگل اندازه برج میلاد رو میبری تو خونش. بله زنده باشید، درود بر شما. ما الان که داشتیم میومدیم اینجا، خب ما میتونستیم زنگ بزنیم از شما آدرس بگیریم، وظیفه داشتیم، بعد توی خیابون حالا یا میخواستیم ضبط کنیم یا میخواستیم امتحان کنیم، از هر کی سر خیابون تو اون بلوار فلان. خب الان میدونیم که وضع شهر، وضع ایران، وضع دنیا اینطوریه. الان تو یک آپارتمان همسایه رو نمیشناسه. روبرو ساخت ساز شده. ما از اونجا داریم میایم، از هر کی سوال کردیم امین آقا فرزانه با خنده رویی، با مهربونی، حتی یکی راه افتاد دنبال ماشین آقای جهانی، گفت من تا در خونه شما رو همراهی میکنم. مرسی. ببین این محبوبیتی که امین آقا فرزانه داره. داریم یواش یواش به پایان برنامه نزدیک میشیم. یه دو تا سوال. یکی این که
امین آقای فرزانه وقتی یک زندانی رو آزاد میکنه، خب چه لذتی چه احساسی به دست میده؟ ببین لذتی که آقا موسوی میدونی لذتش اون موقع است، میبینی جلوی زندان زنش، بچهش، مادر پیرش، پدرش، خاله، دایی همه واستادن، بعد 10 سال، 7 سال، 12 سال میاد بیرون، بچه میدوه، باباش نایده بوده، باباش رفته بوده زندان، حالا یار دیدید مینویسه شاید برای شما هم اتفاق بیفتن. حالا بر خواسته ناخواسته ما هم دنبال رضایت هایی میریم که ناخواسته شده. یارو با انگیزه میره نمیدونم کارهای چیزی ها، هیچ موقع قدم بر نمیداریم، خدا هم قهرش میگیره، خدا پسندانه نیست، ولی یه اتفاق دعوا چجوریه، قمر ول میکنه مثلا بزنه صورتش، میکشه میخوره شارکش. ولی یه موقع با انگیزه بگی آقا بشینی جلوتر پیش خودت میگی آقا میرم فلان میکنم فلان میکنم فلان، همه اینایی که با انگیزه باشه آدم دنبال اینا نمیره، ولی اتفاقایی که میفته خواسته ناخواسته اتفاق افتاده، لذتش هم همونه که از زندان میاد بیرون، مادر پیرش با اون پادردش میره بچه رو بغل میگیره، گریه گریه گریه، بچه میده بابا بابا دست باباشو میده. اونجا من فکر میکنم 100 بار رفتم کربلا و مکه، یعنی کار خیلی قشنگه، دل یکی رو شاد کردن، اون دل کل خانواده و فامیل رو شاد کرده، اومده بیرون دیگه. من خدمتتون تو برنامه عرض کردم که روحانیون، هنرپیشه ها، خواننده ها و مردم، مردم حقشناس امین آقا رو میشناسن. امین آقا کدوم تیم رو بیشتر دوست داره تو ایران؟ طرفدار کدوم تیمه؟ آقا بدبختی فردا همه هم دوست داشته، همه هم رفیقا من، دو طرف هم رفیقا من، دوستا من، ولی چی من بگم آخه؟ بعد نتیجه میگیریم تیم ملی دیگه، تیم ملی آقا، بله به افتخار تیم ملی هستن، چون اینجوری نخواسته نخواسته، چون همه شون هم رفیقامونن دیگه. بله بخوام بگم کدوم هنرمند تو ایران دوست داری که میدونم که همه هنرمند ها شما رو دوست دارن؟ آقا من سر خاک آقای مرتضی میناوند از 16-17 سالش بود اینجا با داشت من بزرگ شدم، با هم یه پیکان دارم. من سر خاک مرداد خان خوب میناوند رفتم، مرداد جان وقتی رفتم نشستم گریه فاتح، سر خاک ناصر خان اجازی هم مدم، امام رسادی هم مدم، رضا عدی هم مدم، اینا عزیزای ما بودن که افتخار آفرین واقعا بودن. واقعا اونجا دیگه آبی قرمز نیستش، نداره. اونجا میفهمی که همه اینا یه زمانی افتخار آفرین بودن، اونم تیم ملیه. بله زنده باشین. واقعا وقتی اسمی از این ورزشکارها یا هنرمندان میاد من شخصا خودم تنم میلرزه. ما ماه گذشته تو چند جلسه هم شما حضور داشتین، 2 عزیز رو از دست دادیم، علی عزیز، علی انصاری، انصاری عزیز رو، بله آقای میناوند عزیز رو از دست دادیم، هم تو داغ اینا نشسته بودیم، جمشید نجفی رو از دست دادیم، خیلی مظلومانه، بله. پرکس و بیکس، بله. ببینید وقتی اینا یاد ما میاد یه خیر خوب آقا گودرز فکری، بله. از خیرین خوب، بله. کلن خب ما نمیخواییم تو برنامه شما رو ناراحت کنیم، ولی این داغیه که تو این سالها، تو این روزها به ما تعمیل شده. انشالله به حق 5 تن تو خونه یک پهلوان دارم این حرف رو میزنم، این بلای دستاز بگم ناگهانیه، نه دستاز، این بلای ویروس کرونا از جهان و خصوصا ایران ریشه‌کن بشه، ما دوباره برگردیم به آغوش هم همدیگر، اصلا دست بدیم، بغل کنیم، بله قلبا رو به هم بچسبونیم، که اینجوری دست ندیم یا از دور یا اصلا رفت آمد نداریم. الان خدا انشاءالله هر چه زودتر از این گرفتاری ملت ایران رو نجات بده. به پایان برنامه رسیدیم. مستقی. آقای امین، آقای فرزانه، جلوی دوربین کوچه خاطره ها اگر سوالی مونده، ببخشید آقای یادم افتاد، استاد مشایخی، استاد جمشید نجفی، بله، که بله، خلبانان قهرمانانش دیگه تکرار، بله، نمیشه، دیگه تکرار نمیشه، خدا شفا بده آقا رضا رویگری، بله، این اسطوره باید اینجوری الان، بله، یه تیکه گوش، بله، بشه بیفته، ای وای مرتاد جان عزیز، علی جان عزیز. امین آقا باعث شد که من خدمتتون عرض کنم که تو رو خدا، تو رو جان هر کسی که دوست دارید، از مسئولین گرفته تا اون تا هر کی، حمایت کنید این هنرمندای ما که الان تو بیمار، تو بستر بیماری هستن. آقای رضا روگری رو گفت، آقای رضا روگری یک دونه آهنگ خوند ایران رو تکون داد، یه انقلاب کرد برای جمهوری اسلامی، چرا باید بهش سر نزنی؟ حواستون باشه،
آقا مستقی من یه شعری یادم افتاد، من دست شما رو ببوسم جسارت نکه سعادت تختش وسط. من یه ناخواسته یادم افتاد برگشتی گفتی یاد کنیم اینا، میگه قبل از آنی که به یادم بشینیم کنار هم بشینیم قدر آینه بدانیم چه هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست، تا که بودیم نبودیم کسی، کشته ما را غم بی هم نفسی، ما که رفتیم همه یار شدن، خفته ایم و همه بیدار شدن، باید همه بمیریم چون و چرا ندارد، باید همه بمیریم شاه و گدا ندارد. تو سردخونه نمیگه این امین آقاست، این وزیره، این پول داره، میگه جنازه بیاد، بده جنازه رو بیاد. بله. وقتی که بابا تو هر شخصیتی وقتی مرده شد، وقتی میگه جنازه رو بده بیاد، میشیم جنازه. الان یه لیوان آب به هم دیگه بدیم. بعد مردن امین آقا 10 تا تانکر گلاب و نمیدونم قبر 100 میلیونی فایده نداره. رضا رویگری ها رو دریابیم. اینا اسطوره بودن. شاید بریم سر بزنیم سالهای سال زندگی کنن، ولی نریم سر بزنیم افسرده میشن، خودخوری خودخوری خودخوری، فردا زیرنویس مینویسه رضا رویگری، اون موقع میزنیم سر کلمون. جان مولا، جان مولا، قدر این هنرمندایی که جلوی دوربین اومدن، وقتشون بی وقتشون، یه موقعی عزیزایی هستن میرن 3 ماه 4 ماه شهرستان از زن و بچه دورن ها جلوی دوربین ها. انشالله که آقا رضا رویگری همه عزیزا همه مریضا شفا پیدا کنن، ازدیاد سادات، شفای مریضا، رفع گرفتاری ها، سلامتی 80 میلیون ایرانی، عاقبت به خیری جوان ها. خدا را قسم میدم به دستای قلم شده آقا مبلفز، سردار بیشتر دستگیر بیدست آقا مبلفز، یار یاور تک تک ایرانی ها باشه، هیچ موقع مریض نداشته باشیم، هیچ موقع گرفتار نداشته باشیم، پس چه کنم روزگار گرفتار نشیم، پیری و نداریمون یکسان نشه، نوبتی نشیم، به قدر رنای آقا مبلفز، در بدری خانم رقیه، استقامت خانم زینب، مظلومیت آقا امیرالمومنین، یک صلوات ابوالفضل بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. جناب آقای امین آقا، ما هفته پیش رفتیم خدمت آقای رضا رویگری، خدا خیرتون، بعد منزل آقای جهانی، منزل آقای حبیب جهانی آوردیمش، یک مصاحبه ای گرفتیم ازش، قسم میخورد که 20 سال جوان شدن آقا، الان گفتن دیدین اومدیم به حرف من. بله، درود بر شما که اینقدر واقعا قربون دل مهربونتون برم. خب به پایان برنامه نزدیک شدیم، دوست دارم اگر سوالی از شما نپرسیدم و شما الان دوست داری جلوی دوربین کوچه خاطره ها بگی، البته یک سوالم دارم، اونم حتما خدمتتون عرض می‌کنم. بفرمایید جلوی دوربین، اونی که من نپرسیدم شما دوست داری بگی الان. آقا ماشاءالله همه پرسشات خیلی عالی بوده، خیلی زیبا بودش، مخصوصا یاد کردی از هنرمندایی که بستر بیماریان، هنرمندایی که ورزشکارایی که جایگاه ویژه داشتن نیستن، خیلی قشنگ بود اینا. ولی من میخوام یه تشکر ویژه کنم اون عزیزایی که واقعا خالص و مخلص، آقا مهران دامادم میدونه، امیرخان میدونه، بالاخره چون هستن حضور دارن، انقدر عزیزایی هستن اون برای آبن، یه محبت هایی میکنن، یه پول هایی چیز میکنن، میگن آقا وجدانن اگه میخوای چیز کنی ما دیگه این کار رو ادامه نمیدیم، حتی نمیذارن که اسمی ازشون گفته بشه، از اون برای یه محبت هایی میکنن، خیرینی که هستن قسم میدن اسمشون رو نیاریم، قسم میدن واقعا. ولی من نمیتونم با خودم تو گور ببرم، بعد من تشکر کنم خیرین عزیزی که ما رو امین خودشون میدونن، ما رو آبرو میدن، به من آقا اشمهد مهران جان، همه عزیزایی که تو این کار خیر قشنگ دارن انجام میدن، انشالله که خدا با آبروی خانم رقیه، به احترام ناله های دل خانم زینب، همون جایی که پنهانی دارین با دلتون معامله میکنین، عشق میرسونین، انشالله همونجوری هم پنهانی خدا مقامتون عالی متعالی کنه، ببره ببره، اینقدر ببره که دیگه از برج میلاد و برج ایفل هم بزنه بالا، انشالله که خدا واسه همشون بسازه. یه تشکر ویژه دارم از شما که با این رابندون و
بالاخره آقا جانی و خواهر بزرگوارمون پهلوان که واقعا وقتتون رو گذاشتین، تمام عزیزایی که امید مثل. امید بله امید جان عزیزم که بله من یه لحظه همین چون گفته شد آقا رویگری جلوی چشم بله. آقا نجفی و این گودرز فکری از خیرین خوب بودن بله. بعد خیلی یه سری عزیزان میگم که آقا ما واقعا نمیشه نمیدونم ذهن آدم هیچ موقع نمیتونیم. الان یه حرف قشنگی گفتی، گفتی آقا رضا رویگری میگه 20 سال جوون شدم بله. به خدا رو واقعیت حرف دلش زده بله. واقعیت رو گفته بله. زنده باشین. ما نمیخواستیم که شما رو ناراحت کنیم یا بیننده های عزیز رو. الان میخواییم به شما بگیم که در آستانه عید نوروز هستیم بله. یه تبریک به هموطنان عزیز. من سلام و عرض ادب دارم. روز مرد که دیروز پیروز بود تبریک گفتم به تمام هموطنان عزیزم پیشا پیشم و رو رسیدن عید سعید و به تک تک هموطنان از سیستان و بلوچستان بگیر بیا برو کرمان و بیا برو آذربایجان و مازندران و کل ایران تبریک میگم و بهترین ها رو واسهشون آرزومندم با اون قلب پاکشون هم دعا کنن این مریضی تانیکوراز کوروناست از دنیا کنده بشه، ایران کنده بشه، اون قلبامون این قدیم بندیگه نه. چون ببین وقتی آقا مصطفی قلبا رو چیز میکنیم تپش قلبا درصد خواستن رو نشون میده، خالص مخلصی رو نشون میده. انشالله به اون نتیجه نهایی برسیم یه صلوات بفرستیم. الله صلی الله محمد و آل محمد. خب عزیزان به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما پیشکسوت های عزیزی داریم که تو این ایران، تو این جهان، تو این دنیا خیلی خدمت کردن، خیلی خدمت کردن. ما حتی قرار گذاشتیم، برنامه ریزی کردیم بریم ترکیه، چون آقای فخرالدین و خانم امل ساین اومدن تو ایران چند تا فیلم کار کردن و همه هنرمندا و هموطنهای ما رو میشناسن، یه گفتگویی داشته باشیم که قدردانی کنیم از این پیشکسوت ها. این بیماری کرونا اومد و ما یه خورده عقب نشینی کردیم. انشالله هر چه زودتر همچون که تو امینه های فرزانه گفتن این بیماری ریشه کن بشه ما سر قولمون هستیم. تشکر و قدردانی میکنم امروز اول از خانواده جناب آقای امین آقا، بستگانشون، دوستاشون که پذیرفتن این گروه کوچه خاطره ها منزلشون باشه. دوم از حبیب جهانی عزیز تشکر میکنم، این یار و یاور هنرمندان و ورزشکاران همه واقعا خیره، کمک میکنه همیشه همه جا. و امید مصباح عزیز که همیشه زحمت میکشه برای گروه کوچه خاطره ها، خیلی زحمت میکشه، هماهنگی میکنه کارهای خوب و یک تصویر خوب رو به منازل شما بیاره. و خانم حسینی عزیز تصویربردار خوبمون تشکر و قدردانی میکنم، دستاشو میبوسم که چرا همش تلاش میکنه که یه تصویر خوب به منزل شما عزیزان بیاد. شما عزیزان شاد باشین، شما هم وطنان شاد باشین. هدف همه ما اینی که یک خنده رو به لب شما عزیزان بیاریم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. هرچند وقتی میخوام خداحافظی کنم بغض گلومو میگیره چون یه هفته دور میشم از شما ده. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون باشه. ممنونم از شما که وقت دادی به ما. قربونت برم. فضای شما زنده باشه. دستتون رو ببوسم. قربونت برم.